آرزو خاوری و نجات پرستی قانونی در ایران. از شما دعوت میکنم به بخشی از اظهارات این افراد توجه کنید. سلام بر ملت ایران. من کوروش قدیری از حامیان و خالقین هشتگ اخراج افغانی مطالبه ملی هستم. از شما ملت ایران با هر گرایش سیاسی استدعا میکنم به کارزار رسمی و قانونی اخراج اتباع افغانستانی از کشور ایران بپیوندید. و در ادامه سلامی میکنم به رئیس جمهور منتخب ملت ایران جناب دکتر مسعود پزشکیان. آقای دکتر، قرار بر این بود که شما صدای ما باشید، صدای ملت ایران باشید، صدای ملتی که میلیون ها میلیون رنج از این اتفاق دیدن. بله، این شخص کوروش قدیری است و همین شخص بیشرف به آرزو خاوری، دختر بیگناه افغانستانی، تجربه های شخصی خواهر و مادر خودش رو نسبت داده و چنین الفاظ بیشرمانه ای رو نوشته. در سوی دیگر خبرنگار ایرانی کسایزاده به تمام مسئولین ایرانی دستور داده تا مهاجرین افغانستانی در ایران را عقیم سازی کنند تا چهره نجات پرست خود را بیشتر نمایان کند. و از سوی دیگر کوروش قدیری مهاجرین افغانستانی را به تروریست و مزدور تشبیه کرده و خطاب به رهبر ایران گفته ما افول سیاست داشتیم. کره موش قدیری زمانی که رهبر شما آمد و از همین مهاجرین برای منافعش در سوریه و جای دیگه استفاده کرد، مهاجرین خوب بودن، حالا شدن بعد. من فکر میکنم حدود 4 میلیون افغانی در ایران باشند. این که در بین 4 میلیون گاهی هم یک حادثه پیش بیاد تأسف برانگیزه، ولی خیلی دور از ذهن نیست. ما نمیخوایم حتی یک حادثه پیش بیاد، ولی حادثه برای خود ایرانی ها هم پیش میاد. این حادثه خیلی تأسف برانگیزه، اصلا قابل دفاع نیست و مسببینش رو هم ما خود پلیس در حال بررسی هست. مهم اینه که هیچ برخورد سیستماتیکی وجود نداره. اینطور نیست که مثلا یک سیاستی وجود داره که با اتباع افغانستان چنین برخوردهایی بشه. یک حادثه از پیش میاد، بعد از اون هم آقای عراقچی عنوان کردن هر کس تخلفی علیه مهاجرین افغانستانی بکنه به سزای عملش خواهد رسید از طریق قانونی. اما متاسفانه همه چیز علیه مهاجرین افغانستانی در ایران قانونیه. اگر غیر از این بود، افرادی مثل کسایی زاده یا کوروش قدیری و یا کسان دیگری مثل اینها دست به فعالیت و سخنان سخیف علیه مهاجرین افغانستانی نمی زدن. بله آقای عراقچی و مسئولین ایران، چنین افرادی که نشونتون دادم و هزاران شخص مثل اینا دارن علیه مهاجرین افغانستانی با سخیفترین واجه های ممکن فعالیت میکنن و هیچ ترسی هم ندارن، چون که میدونن هیچ عواقبی براشون در پی نداره. یا شاید هم پروژه بگیر خود شما باشن. اگر پروژه بگیر شما نیستن، منتظریم که به سزای اعمال و حرف هایی که زدن علیه مهاجرین افغانستانی برسن، البته به طور علنی، نه اینکه فقط صرفا نمایشی بازداشت بشن و دوباره به فعالیت هاشون ادامه بدن. آقای عراقچی و مسئولین ایران، شما در حرف خیلی از حق و حقوق مهاجرین افغانستانی حرف میزنید، اما در عمل ما هیچ چیزی نمیبینیم. اگر واقعا به دنبال عدالت هستید برای مهاجرین افغانستانی، لطفا به ما نشون بدید، ما منتظر هستیم.